آن که گزیده ای تو آینه آینه زرتشت، اسلام فکنده ای تمام از پس و پشت. رو گوشه نشین عمر، عمر خیام، عمر خیام نیشاپوری، رو گوشه نشین عمر که این آدم خاران خواهندت خورد. آدم میخورن اینا. همون نیشاپور شهر عمر خیام رو میدونید که با خاک یکسان کردند. خبر دارین اینا؟ همه این مردارم کشتن، همه این زنارم به اسارت بودن، بردن تو حرم سرای خودشون. خبر دارین اینا رو؟ امروز من خیلی کم با شما سخن خواهم گفت، چون میخوام بهتون یه فیلم رو نشون بدم، یه فیلم سینمایی. سیاوش اوستا یک برداشت آزاد خودش کرده از این فیلم سینمایی و تعلیقاتی بدان کردم که تفسیر تاریخه. در طول تاریخ اندیشمندان و خردمندان ما اومدن ده ها جلد کتاب، صد ها صفحه چه نوشتن تا یک جمله به شما حرف بزنن، تا یک کلمه بگن. بقیه رو گفتن که این اولا قایم بشه. ما بایستی شعور داشته باشیم، عقل داشته باشیم، درایت داشته باشیم و اینها رو دراریم. الان که دو علی گلابیه هر کی ننش قهر کرده، تون میدونی چند سالشه، چه سوادی داره. آقا بیاد به اون توهین میکنه، آقا بیاد به این توهین میکنه. مثلا در طول تاریخ معتبرترین کتاب تاریخی که در سال تقریبا 210 تازی هجرت تازی نوشته شده مال طبریه. تاریخ طبری 16 جلده. ریشه همه تاریخ های دیگه است. یعنی هر کتاب بعدش اومده چیزی گفته، یکی حتی ابن خلدون از اون گرفته، اقتباس از طبریه. اما برای اینکه شما رو دور کنن از اون، آقا طبری معتبر نیست، اعتبارونه. چرا؟ چون اومده حقیقت سادات تازی رو گفته. این دو قبیله تازی که با هم همیشه در جنگ بودن از اول، شوفر نگون جنگای اونلا جنگای من و تو بوده. ما خر بودیم 14 قرن اومدیم زرتشتی رو توی تشیع بذاریم، اشتباه کردیم. وگرنه اصلا روز اول سرداران بزرگ ما کار درست کردن که خلفا رو زدن کشتن، هر چارتاشون اصلا. بعدش اینا نفوذ کردن تو ما، اومدن یه چیزای زرتشتی رو گرفتن و فلان، ما خر شدیم. ما فکر کردیم ما خودمون این کارو کردیم، اونا هم کارو کردن. و در جنگ قبیله‌ای که خودشون داشتن، بنی عباس و امروز گوش کنید صحبت که میکنم، بنی امیه و بنی هاشم و فلان و فلان، تو دعواشون اومدن و سر ما رو کلاه گذاشتن. ما هم سرمون مرتب کلاه رفت. مثلا در طول اصلا تشیع که آفریده میشه، زیدیه، اسماعیلیه، تمام این فرقه های تشیع که هست، برای اینکه خود عربا تازیا اون ساداتشون، اونا که مال بنی هاشم هن، میخوان انتقام از ولیه بگیره، میخوان انتقام از بنی امیه بگیره، ما باید بریم ابو مسلم بود بلند شه، بعد ما قربانی بدیم. باز میخوان عباسیان رو سرنگون کنن، باز ما باید قربانی بدیم. مثل دقیقا دو جنایی که الان تو ایران براتون درست کردن، اصولگرا اصلاح طلب، هر دوتاشون تازیان، هر دوتا فکر تازی دارن. اسلام دین تازیانه، دین خشونته، به درد ما نمیخوره. ما پیش از اون تمدنی داشتیم که تمدن، شما بیا و ببین شکوه عظمت اون تمدن رو، تمدن بزرگی داشتیم هزاران سال قبل، ولی اینا این بازی ها رو در آوردن و ما رو خر کردن. ما هم فکر کردیم، مثلا تو همین فیلمی که امروز براتون نشون میدم، یه سیده ای از همین شابدالعظیم، این بوته. چرا؟ چون دعوا داره با اون بنی عباس، برای اینکه میخواد رضا مزار قدرت بهشون بده، هادی مادی فلان اینا، همین اینا که میشنوید. بعد میان از ما مایه میذارن، بعد با هم همدستن. یعنی تو این فیلمه من همش به شما نشون میدم، ولی میبینید که اینا با هم همدستن. و همین دلیل، یعنی چی؟ کی با هم همدسته؟ هم اون عربی که به اصطلاح بهش میگن شیخ، هم اون عربی که بهش میگن سادات، چون مال بنی هاشم و مال عبد شمسه مثلا، ولی همشون بچه عبد منافن، اون خود قصه این داره. حالا این آقای داوود میرباقری یکی از برجسته ترین فیلمسازان جهانه، نه تنها ایران، جهانه. فیلمایی که ایشون ساخته
با ذکاوت و تیز هوشیش تونسته یه چیزایی رو توش بذاره. مثلا میاد چند ساعت فیلم امام علی میسازه برای که توش 4-5 تا تیکایی رو بذاره که تو بفهمی که آقا این همه بازیه، همش بازیه. تا حالا در مورد خیلی با شما صحبت کردم من. یا مثلا اگر حتی مختارنامه رو ایشون ساخت یا حتی مثلا چیزای دیگری که ایشون ساخت، سلمان فارسی که الان داره میسازه، تو باید به اصل اون پیام‌های کوچک در یک ساعت یک دقیقه شد گوش کنی. هفته پیش براتون اون خرمدینا رو پخش کردم، حالا این فیلم مسافر ری ایشون بود. یا امروز که شما میبینید ما 30 دقیقه از 2 ساعت رو پخش میکنیم براتون، این 30 دقیقه است تو 2 ساعت در آوردیم براتون گله. اندیشمندان ما رو پاس بداریم، سپاسگزارشون باشیم. داوود میرباقری ها افتخار ما هستند، افتخار سینمای ایران هستند. اصلا سینمای ایران سینمای اعتراضی بزرگ و خوبی است. شما باید این حرفایی که لابلا میزنن در بیارین پخش کنین. متوجه میشین یه سریال میسازن 100 ساعت، 100 ساعت که نمیتونه بیاد 4 بده که تازیان چه کردن اون چه. توی 100 ساعت به شما نشون میده، شما هم تیکار یاد بگیرید. حالا امروز هم ما روی این فیلم سینمایی با شما بعدا هم صحبت خواهیم کرد. قبلا من تجلیل کردم از آقای داوود میرباقری و این رو میبینید و پیام رو میگیرید همه جا منتشر.